خوش آمدید به دیوان. مریم افشنگ هستم. در مرور مطبوعات این هفته از واکنش روزنامه‌ها به تنش در مجلس خواهیم گفت تا بحث مافیای زباله در شورای شهر. در مورد سانسور در صدا و سیما هم بیشتر صحبت می‌کنیم و انعکاسش در رسانه‌ها که با هشتگ من و سانسور چی را افتادیم برنامه و این ماجرا. و در ادامه برنامه عراقی ها از طریق آزمایش پی بردن که سلاح شیمیایی راه خیلی موثری برای سد کردن این امواج انسانیه. برای همین از سال 1980 جنایت فراموش شده صدام حسین و افسانه پاگنده در برنامه های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام خانم زهدی، بسیار خوش اومدید دیدبان. در غیاب آقای بهنود که سفر هستن ما خوشحالیم در خدمت شماییم. سلام، متشکرم. منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما خانم افشنگ دوتا مریم با هم دیگه. امیدوارم که بتونیم امروز برنامه خوبی داشته باشیم. امروز دیدبان در دست مریم است. خب بگو این هفته برای ما چی آورده از روزنامه؟ خیلی هفته پرخبریه مریم. فکر میکنم که بهتره که با شرق شروع بکنیم، شرق روز شنبه که میخوایم به چند تا مطلبش با همدیگه اشاره بکنیم. من در مورد تیتر یکش میخوام صحبت بکنم و یه یادداشتی همون کنار داره که اون یادداشت رو فکر میکنم که تو راجبش صحبت میکردی بیشتر میدونی راجبش. یاد داشته در واقع سرمقاله هست از احمد غلامی سردبیر روزنامه که اسمش هست کیفر و پاداش روحانی، یعنی تیتر مقاله اینه و آقای غلامی اشاره کرده، یعنی نقل قول کرده از جرالد آلن کوهن از مفسران نظریه تاریخ مارکس که میگه که شناخت از خود یک کیفر و پاداشی داره. بعد اشاره میکنه به رفتن حسن روحانی در مجلس و میگه که حسن روحانی به این شناخت از خودش رسید که رفت و تمام قد در واقع از دلبستگی و وابستگی به نظام گفت که خب این هم پاداشی براش داشت هم در واقع کیفری. کیفرش این بود که آره دو روی سکه داشت دیگه. در مورد این دو روی سکه صحبت میکنه، از این که همین این باعث میشه که یه سری از نهادهای حکومتی نزدیکتر بشه و از طرفی خب انتقادات تند و تیزی چه از طرف منتقدان داخلی چه از طریق رسانه‌های خارجی از یه دهی هم دورتر بشه. بله. من میخوام راجع به تیتر یکش که در مورد شهرداران بازنشسته صحبت کرده بگم، بحث منع به کارگیری، اون قانونی که در مورد منع به کارگیری بازنشستگان بود در دولت، این خیلی بحث مفصل و گسترده‌ایه. تا جایی که من امروز هم حتی دیدم که نمایندگان مجلس اصرار دارن به اجرای این قانون. این قانون هم همونطور که صحبت دو روی سکه کردیم باز دو روی سکه داره. یکیش همین مشخصا شهرداران بازنشسته باید بروند. از یه طرف جوانگرایی که اتفاق خوبیه که جوان‌ها سر کار بیان و اونهایی که سنی ازشون گذشته برن خونه نشین بشن استراحت بکنن، ولی از یه طرف یه سری تجربیات هستش که خونه نشین میشه و از اونها محروم میشیم. در حقیقت این مطلب مفصل اختصاص داره به داستان شهردارا مشخصا در این زمین در مورد همین قانون منع به کارگیری بازنشسته ها. خب پس بریم حالا روزنامه همدلی رو هم ببینیم. روزنامه همدلی، من این عکسش رو خیلی دوست دارم، کیهان کلهر. بله خیلی عکس زیباییه. برای انسانیت اشاره داره به جایزه آیزاک اشترن که آقای کلهر دریافت کرده و خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت، علاوه بر اینکه در رسانه‌ها بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده داشت. ولی نکته اینه که بعضی‌ها نمی‌دونستن که این جایزه از کجا اومده و چیه. یه تحقیق مختصری من کردم در این زمینه که آیزاک اشترن کلاً اسم یک ویولونیست هست و این با اینکه خیلی قدمت نداره این جایزه، بسیار جایزه معتبریه، برای اینکه مشخصاً تأکید داره روی انسانیت و به کسانی، به موسیقیدان‌هایی تعلق می‌گیره که از مضمون موسیقی استفاده می‌کنن برای اینکه انسانیت رو به اصطلاح تقویت بکنن و مردم رو به هم نزدیک بکنن. دقیقاً. و چه کسی بهتر از آقای کلهر برای همچین جایزه ای؟ عالی. روزنامه بعدی آرمان هست. روزنامه آرمان نیم صفحه خیلی شلوغی هم داره. یک ویدیوی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی از آقای دادگاه آقای مشایی که یه چند ثانیه آخرش خیلی بحث برانگیز بود، اون تیکه که آقای مشایی عصبانی بود و بلند شد و لباسش رو کند
و پرت کرد و صدا رو هم بسته بودن، عملا سانسور شده بود. ولی خب یه عده زیادی به این عملکردش منتقد بودن، از جمله آقای خرمشاهی که در این یادداشت نوشته که این حرکت رو به نظرش حرکت خیلی غیر منطقی و بیخودی اومده و میگه که این کاری که کرده به نوعی خودزنی این جریان و این آقا بوده. در رابطه با اون فیلم بگم که آقای مشایی میگفتش که منو با همون زیرپیرنی آوردن و مجبورم کردم با در واقع کتک و تهدید که لباس زندان تنم کنم و بیام، و در واقع در اعتراض به اون رفتار این کارو کرده بود. بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، ابتکار، که اینم باز روزنامه شلوغی صفحه اولش. خیلی هم مطلب داره، عملا به چند تا چیزش با هم میشه اشاره کرد. من میخوام اینجا عکس ترانه علی دوستی رو میبینیم اون بالا، من میخوام به اون ماجرای سانسور اشاره بکنم. چه داستانی بود این هشتگ منو سانسور؟ خیلی جالب بود برای کسانی که مثل من حتی پیگیر این ماجرا هستن، خیلی چیزاش تازگی داشت و عجیب بود. این هشتگ منو سانسور چی رو امیر مهدی ژوله، نویسنده سینما و تلویزیون، راه اندازی کرد و گفتش که بیای، دعوت کرد از همکاراش که بیاین با این هشتگ به موارد سانسوری که باش مواجه شده بودید اشاره کنین. البته بماند که یه عده با آقای ژوله همراه بودن و میگفتن چه کار خوبیه، دم انتقاد میکردن، میگفتن چند سال تمام تو با این سیستم کار کردی صدات در نیومد، حالا چی شد که الان داری سر صدا میکنی؟ بعد از این خیلیا به میدون اومدن و شروع کردن از موارد سانسورشون گفتن. به مواردی اشاره شده بود که مریم برای من واقعا تعجب برانگیز بود، از جمله اینکه خانم ها گوشهاشون نباید زیر روسریشون معلوم بشه. که خانم حجار اگه شما کنم درست کرده بود که میگفت چسب میزنن روی روسری که گوش داره، مشخص میگفتن حجم گوشنا یا خیار نباید خانم ها بخورن جلوی دوربین، از پله ها نباید بارا بره. ترانه علی دوستی پیرو به همین ماجرا یک رشته توییت کرد در مورد اینکه خیلی جالب بود، در مورد اینکه توضیح داده بود که چرا به صدا و سیما نمیره. دیدی اگر رشته توییتش رو؟ خیلی ماجرای جالب بود، یعنی قصه ای بود، از یه جای شروع شده بود به یه جای ختم شده بود. میگفتش که خیلی بچه بوده، در واقع سنش کم بوده که دعوتش کردن بره مصاحبه کنه. همون اول بهش میگن که مانتوت کوتاست، اینم میگه متاسفانه برگشتم و مانتومو عوض کردم. وقتی میره قبل از مصاحبه بهش میگن زیاد نباید بخندی، بخند ولی نه زیاد. خلاصه آخرش میگه که وقتی که اومدم بیرون از صدا و سیما انقدر عصبی بودم و انقدر احساس میکردم که تحقیر شدم که به خودم قول دادم دیگه پام رو نذارم و دیگه هم این کارو نکرد. واقعا ما ترانه علی دوستی رو در سریال شهرزاد دیدیم که اون هم باز در تلویزیون پخش نشد، در شبکه خانگی بود که منتشر میشه. تو همین صفحه ما داریم عکس پروانه سلشری نماینده مجلس رو میبینیم، چهره هفته بود واقعا. آره واقعا که خیلی داستان داشت. اون روز مجلس حرفای یه ذره جنجالی زده شد، از جمله مثلا آقای حیدری گفتش که آقا مگه ما قیم دنیاییم که فکر میکنیم بعد پوزه همه رو یا بینی همه رو به زمین بمالیم. خانم چنارانی گفتش که اشرافیگری پدر جمهوری اسلامی رو در آورده، و حرفای خانم سلحشوری که میخوای تو اشاره کن چیا بود. خیلی خیلی سر و صدا کرد، همونطور که گفتی یک روز جنجالی رو مجلس گذرون با صحبتایی که کردن نماینده ها. اون روز خانم سلحشوری به مشکلات اقتصادی اشاره کرد، به اینکه لازم رهبر ورود بکنه در این قضیه اشاره کرد. ولی من میخوام بهت بگم علاوه بر اینکه واکنش خیلی خیلی زیادی در مطبوعات داشت، از جمله همین روزنامه ابتکار که داریم راجعش صحبت میکنیم، اون طرف قضیه هم داشت. روزنامه کیهان یک یادداشت مفصلی نوشته بود در اعتراض به این ماجرا و مشخصا خانم سلحشوری، و اینکه یک الفاظ عجیب غریبی رو به کار برده بود در یادداشتی که در انتقاد از صحبت‌های اینها نوشته بود که اینها لجن از گلوشون بیرون اومده بود، صحبتایی که کرده بود خیلی 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 مورد انتقاد نویسنده کیهان بوده، و اینکه اگر که احیانا چون راجع به نظارت استصوابی هم صحبت شده بود، گفته بود که کیهان نوشته بود که نظارت استصوابی بود و شما وارد مجلس شدید، اگر نبود چی میشد. در مورد موشک‌ها صحبت شده بود و اینکه اگر اون موشک‌ها نبود شما الان داشتید پوتین‌های داعشی‌ها رو واکس می‌زدید. خیلی خیلی یادداشت تندی بود. خود این مطالبی که خانم سلحشوری و بعضی نمایندای دیگه مطرح کردن انعکاس زیادی داشت و از اون طرف انتقاد بهش هم خیلی سر و صدا کرد. روزنامه شهروند رو ببینیم، با تیتر پای مافیای زباله در میان است. روزنامه شهروند پرداخته به یک موضوعی که باز هم در هفته گذشته کم سر و صدا نکرد مریم. ماجرای پسر بچه‌ای بود که اول جلوی دوربین اومد و دیدیم که
گوشش رو نشون میده، گوشش پانسمان شده بود و میگفتش که گوش من رو مأمورهای شهرداری بریدن با تیر. زباله جمع میکرده. دقیقاً زباله جمع میکرده. این بچه که مثل این بچه کم نیستن در شهرهای بزرگ به ویژه تهران. بعد از اینکه این فیلم منتشر شد خیلی واکنش ایجاد کرد. خیلی از اعضای شورای شهر گفتن باید پیگیری بشه. خیلی احساسات رو برانگیخت. ولی ماجرا به اینجا ختم نشد و کمی بعد یک فیلم دیگه منتشر شد. شخصی کنار این پسر بچه نشسته بود که میگفتن پدرشه و میگفتن نه به ما پول دادن و ما رو مجبور کردن که اینطور بگیم و شهرداری رو بدنام بکنیم. این خبرو نیست و این قصه کلاً یک خبر به اصطلاح جعلی بوده که منتشر شده در شبکه‌های مجازی. بقول آقای ترامپ فیک بوده. فیک نیوز بوده. برمیگردیم دوباره اما تا لحظات دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوست تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در بی بی سی فارسی به ما بگه. در حالی که پشت تیربار آرایش گرفته بودن همونجا خشکشون زده بود، یعنی این گاز اعصاب اونا رو خشکونده بود. در قله های برفی هیمالیا آن را یتی می نامند. در روسیه به آن آلماستی می گویند. در غرب آمریکا آن را ساسکواچ می نامند. سلام بهرنگ، خوش آمدی. ما در مورد مستند جنایت فراموش شده قولش رو هفته پیش داده بودیم توی دیدبان که قرار به زودی پخش بشه. میتونید توضیح بیشتری بدید در مورد این مستند؟ جنایت فراموش شده داستان استفاده حکومت صدام حسین از تسلیحات شیمیایی در جنگ 8 ساله با ایران رو روایت میکنه. فیلمسازا با خیلی از کسانی که قربانی استفاده صدام حسین از تسلیحات شیمیایی شدن صحبت کردند و همینطور با خیلی از مقام‌های وقت، از خاویر پرز دکویار و دبیر کل وقت سازمان ملل تا اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و محسن رضایی فرمانده سپاه. آقای رضایی میگه که عملیات خیبر اسفند 1362 اولین باری بود که صدام اومد از تسلیحات شیمیایی استفاده کرد و بعدش محسن رفیق دوست که اون موقع وزیر سپاه بود تعریف میکنه که ایران چطور آماده شد برای چنین مسئله، برای استفاده ارتش عراق از تسلیحات شیمیایی. ما در بیمارستان‌های صحرایی که در پشت خط مقدم ایجاد میکردیم بلافاصله جانبازای شیمیایی رو اونجا شستشو میدادن و با همون داروهایی که ساخته بودیم معالجه اولیه رو شروع میکردیم، بعد بلافاصله با هواپیما منتقلش میکردیم به شهرهای پشت جبهه. اما با توجه به تغییراتی که دشمن در نوع گازهای شیمیایی که به کار میبرد ما خیلی موفق نبودیم با این پدیده به خوبی مبارزه بکنیم. من یکی دو بار تلاش کردم اینو ببینم، واقعا تلخ و تکون دهنده بود. آره این تکون دهنده ترین قسمت کل مستند نبود، یه تیکه‌هایش هستش که من واقعا فکر نمی‌کنم توی برنامه دیدبان بتونیم پخش کنیم. خیلی مستند تلخیه، دیدنش خیلی سخته. تعداد زیادی قصه و داستان توی این هست، مخصوصا از قربانی‌ها که خیلی سخته ببینی و بغض نکنی. حداقل داستان از طرف ایران تعریف میکنه، یعنی ما طرف عراقی یا طرف اروپایی رو به اون صورت نداریم. با وجود این یعنی یک روایت 4 سال پیش هم ساخته شده، یعنی مستند مال ساخت امسال نیست، ولی 30 سال بعد از تموم شدن جنگ این داستانیه که یه بار دیگه باید به نظر من شنید و دید. و هرچند که میگم واقعا با آمادگی روحی باید نشست پای دیدنش.
مستند جنایت فراموش شده رو میتونید دوشنبه 19 شهریور ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9:30 شب در دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. امیدوارم مجموعه بعدی که آورده باشی انقدر تکون دهنده نباشه. آره، یه خورده از فضا رو عوض کنیم. فضا رو عوض کنیم، از واقعیت‌های تلخ زندگی بیایم بریم توی افسانه. مجموعه 3 قسمتی پرونده پاگونده در مورد یک موجود افسانه‌ایه که هم تو رشته کوههای هیمالیا میگن میبیننش، هم توی روسیه، هم تو آمریکا، هر جا هم یه اسمی واسش میذارن. میگن یه موجود 2.5 متری 400 کیلوییه، یه چیزی بین آدم و خرس و گرگ. عرض کنم که یه ماجراجوی فرانسوی میاد میگه که آره، من چند سال پیش منو بردن 4 روز پیاده بردن یه روستای دور افتاده که بهتون نمیگم کجاست، و بعد اونجا یه شکارچی به من برد، این پاگونده رو به من نشون داد. یه روز صبح ازم خواستن که همراهشون برم و شکارچی که حیوان رو کشته بود ملاقات کردم. البته حیوان 30 سال قبل کشته شده بود و داخل بدنش رو پر کرده بودن. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که ترکیبی از گرگ و خرسه. اندازش تقریبا مثل یه انسان کوچک بود، پشمای بلند و قهوه‌ای رنگ، دهانی بزرگ با دندونای بزرگ داشت. از نظر اون یتی بود و همین. بهش گفتم به نظرت میتونه خرس باشه؟ گفت قطعاً خرس نیست، امکان نداره اشتباه کنم چون من شکارچیم و 10-15 تا خرس کشتم، مطمئنم این خرس نیست. ازش پرسیدم آیا میتونم یه کمی از موهاشو بکنم؟ اول تردید کرد ولی بعد پذیرفت. اینجوری شد که وقتی برگشتم این موها رو با خودم به اروپا آوردم. الان به وجود پاگونده ایمان آوردی؟ نه آقا، افسانه است، این چیه؟ پاشو پاتو بذار کنار پای من، حالا چی؟ 85 چیه این پا؟ پاگونده وجود داره یا نه؟ اینو بگو. نه آقا، افسانه نیست. خب خوبه، حرفی برای زدن ندارم. ببین، از این روایت‌های مشکوک و قصه‌های عجیب غریب و یه چیزی یه جایی دیدم که بهتون نمیگم کجاست، نمیدونم، مگه احتمالا رفته یه نشانه‌ای از تو دیده در کوه. از اینا که بگذریم، یه سری آزمایش علمی و آزمایش دی ان ای روی موهایی که میگن مال این یتی هم انجام میشه و نتایج غیر منتظره و جالبی هم داره. یعنی حالا نمیدونم، ممکنه به این نتیجه برسین که نه، واقعا یه چیزی ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. حالا آخر سر افسانه است دیگه، حالا میخوای ایمان بیاری به اون افسانه یا نه؟ جلو من نشسته دیگه، یه مانمونش. اولین قسمت مجموعه پرونده پاگونده چهارشنبه 4 مهر ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که میتونید ببینید. 2 قسمت بعد رو هم میتونید هفته های بعد در همین روز و ساعت ببینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه ها و بقیه برنامه های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتما با ما در میان بگذارید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین. برگزیده ها امروز چی آوردید؟ مطلبی گزارش که به عنوان برگزیده میخوام مطرح بکنم از روزنامه ایران هست و گزارشی که در مورد اولین کنسرت خیابانی در تهران کار کرده. کنسرت خیابانی در تهران پیشینه مفصلی داره. همایون شجریان شروع کرد، گفت میخواد کنسرت خیابانی برگزار بکنه، خیلی از خواننده‌های دیگه هم اعلام آمادگی کردن، تا در نهایت کلیدش رو آقای معتمدی زد و این کنسرت رو در بوستان آب و آتش برگزار کرد که استقبال فوق‌العاده خوبی هم ازش شده بود. ایران هم گزارش خیلی خوبی از این اتفاق رفت. بریم مجله ها، شروع می‌کنیم با شبکه آفتاب. شبکه آفتاب رو من یه نگاهی بهش کردم که خب مجله مثل همیشه وزین و
چیزیه که در مورد مسائل آره پروپیمون، مسائل اجتماعی، تئاتر، موسیقی، هنر تجسمی، همه چی. یک گزارش مفصلی شیده لالمی داره در مورد یک گزارش تحلیلی از احساس نابرابری و نارضایتی در ایران که نگاه کرده به شرایط نابرابری و شرایط اجتماعی که الان هست و میگه که توی یه سال اخیر در قالب اعتراض‌های اجتماعی و خیابانی نمود پیدا کرده و شاخص‌های مختلفی مثل فقر، مثل فرسایش سرمایه، افزایش شکاف اجتماعی، همه اینا رو بررسی همه جانبه است. جالبه. خیلی خیلی گزارش مفصلی بود و آخرش میگه که جور دیگری باید دید و جور دیگر باید مسئله رو طرح و حل کرد. سیاستی دیگر ضروری، سیاستی که بدون همراهی و مشارکت طبقات و گروه‌های متعدد اجتماعی پیش نخواهد رفت. چشم‌ها رو باید شست. آره، یه چیز دیگه هم که من خیلی برام جالب بود، قصه بود که توی بخش تن متن که بخش ادبیه آقای اسدالله امرایی ترجمه کرده بود به نامش کافکا شام میپزد. ترجمه‌ایشون هم که همیشه فوق‌العاده. آره، و یه نویسنده رو به ما معرفی میکنه که من تا حالا اسمش رو نشنیده بودم به نام لیدیا دیویس اگه اشتباه نکنم. و نکته جالب اینه که میگه که خیلی داستانهای کوتاهش بدیعه، شوخ، خلاقانه است، معروفه به نویسنده نویسنده ها و خلاصه کسانی که دوست دارن و حتی میگن بهش جادوگر کلمات و کسانی که دوست دارن میتونن قصه رو بخونن که قصه جالبیه. حتما باید خوند. بریم مجله بعدی زنان هست. راجب مجله زنان من یه نگاهی کردم، باز همونطوری که راجب شبکه آفتاب گفتی بسیار مجله پرباریه. خیلی گزارش های خوبی توش داره. یکی از این گزارش ها خیلی توجه منو جلب کرد، اونم گفتگویی بود که مهسا جزینی با یکی از زنانی که در سیستان و بلوچستان شغل مدیریتی داشتن، بخش دار اگر اشتباه نکنم، اون موقعی که زنان رو در شغل‌های مدیریتی در سیستان و بلوچستان به کار گرفتن، خیلی خیلی انعکاس خبری داشت در رسانه‌ها و گفتن که بالاترین نرخ به کارگیری زنان در سیستان و بلوچستان و چه و چه. ولی ما الان می‌بینیم، من نمی‌دونستم تا این گفتگو رو خوندم، که خیلی از اینها از کار برکنار شدن، خیلی از اینها خودشون کنار نشستن و اینقدر مشکلات تو راه اینها بوده. در گفتگویی که من دیدم مهسا جزینی کرده با یکی از این افراد که قبلا در آموزش پرورش کار می‌کرده، وارد کار مدیریتی میشه و اشکال، مشکلات، سختی‌ها و موانع راه باعث میشه که برگرده به همون کاری که قبلا می‌کرده، توضیحاتی میداد، جزئیاتی میگفت مریم که برای من خیلی عجیب غریب بود. از جمله اینکه ایشون میگفتش که من در حیطه مسئولیت یک بخش دار هم، یعنی اون کاری که میکردم هم، اجازه تصمیم گیری نداشتم. مشاوری کنار من نشسته بود که اون باید همش رو تایید میکرد. اگر من یه چیزی میگفتم مقاومت بسیار زیادی در برابرش انجام میشد. خلاصه اینکه میخوام بگم فرهنگ سازی در برابر کارهایی که حضور زنان در جامعه هم همون اندازه مهمه که به کارگیری اونها، فقط به کارگیریشون کافی نیست، مهم فرهنگ سازی هست که بتونن کاری رو از پیش ببرن. مجله بعدی حرف هنرمند هست که یه مجله کاملا هنری و این دفعه ویژه گرافیک. دقیقاً ویژه تایپوگرافی هست اگه بخوایم جزئی تر باشیم. مجله حرف هنرمند خیلی مؤمن مونده به مضمون 68مین شمارشه و خیلی از کسانی که رشتهشون این هست مدام این نشریه رو، این مجله رو مطالعه میکنن. من میدونم، میبینم که چطور ازش نقل قول میکنن و براشون مهمه، برای اینکه باز هم بیشتر از یک مجله است، انگار که یک کتابه، یه چیزی که بعدن هم باز بهش مراجعه میکنن. در این به اصطلاح پرونده‌ای که در مورد تایپوگرافی منتشر کرده به ابعاد مختلفش پرداخته. من تخصصم این نیست ولی برام انقدر جالب بود که من میدیدم با آقای سپهر، با فرشید مسقالی گفتگوهایی در این زمینه کرده، عکس‌های خوبی داره. من بعضی از طرح‌های تایپوگرافی مرتضی ممیز رو این تو دیدم. خلاصه پرونده کامل و همه جانبه با عکس‌های خوب و گفتگوهای خیلی خوب در مورد تایپوگرافی و گرافیک داره. مریم، بازم ممنون که دعوت ما رو به دیدبان پذیرفتی، لطف کردی. قبل از پایان برنامه لازمه بگم که هفته گذشته ایمیلی از یکی از بینندگان که نمیخواست نامش فاش بشه به دست دیدبان رسید که پرسیده بود چرا برنامه به عبارت دیگر گاهی صفت متمایز کننده ویژه میگیره، یعنی مثلا میشه به عبارت دیگر ویژه و بعضی قسمت‌های همون برنامه در حالی که همون قسمت‌های برنامه عادیه. پرسیده بود که چه روش و رویه و منطقی برای متمایز کردن آدم‌ها و ارزش‌دارتر کردن گفتگو با اونها نسبت به گفتگو با بقیه وجود داره.
پیشتر در همین رابطه گفتگوی داشتم با عنایت فانی، سردبیر برنامه‌های تحلیلی سیاسی بی بی سی فارسی، از جمله به عبارت دیگر که آقای فانی برنامه به عبارت دیگر رو اجرا هم می‌کنه. این گفتگو رو ببینیم. اولا من خیلی ممنونم از این بیننده که این سوال رو مطرح کرده. علتش هم اینه که اگر این سوال برای این بیننده مطرحه، برای خیلی دیگه هم ممکنه مطرح باشه. دانش توضیح این ضروریه. توضیحش هم خیلی ساده است. این به عبارت دیگر داریم و به عبارت دیگر ویژه، و این ویژه بر نمیگرده به مهمونای برنامه، بلکه برمیگرده به نوع و فرم برنامه. به این دلیل که به عبارت دیگر یک گفتگوی دو نفره رو در روی و همین تا آخر برنامه پیش میره و معمولا هم سوالهای خیلی چالشی میشه از مهمان برنامه. ولی در به عبارت دیگر ویژه معمولا ما مهمون ها آدم هایی هستند که یک کارهایی کردن، هنرمندن، سینماگرن، اهل تئاترن و کارهایی هستش که در خلال برنامه ما باز این کاراشون هم به بیننده هامون نشون بدیم و بر اساس اونها سوالامون رو مطرح بکنیم. به همین دلیل هم این متمایز از به عبارت دیگر صرفاً به دلیل اینکه یک مصاحبه دو نفره صرف نیست، بلکه درش کلیپ هایی از فیلم هاشون نشون داده میشه یا کارهاشون نشون داده میشه، یا بعضی مواقع مثلا در مواردی بوده که ما با جراح هایی صحبت کردیم که رفتیم تو اتاق عمل و اونجا باشون صحبت کردیم و حین عمل باشون صحبت کردیم. مثلا در نتیجه ویژه فقط برمیگرده به برنامه و نه آدم ها. همه آدم های که همه مهمون های برنامه ما ویژه هستند و محترمند. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما به روی شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره تمام برنامه‌های بی بی سی فارسی رو میتونید برای ما بفرستید. راه‌های تماس رو دارید روی تلویزیون می‌بینید. روی صفحه تلویزیونتون نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر ما bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و مریم زهدی همینجا با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب و روزتون خوش.